درود فراوان بر دوستان عزیز. این لیست ایالت ها را که رأی الکترال دارن داشتم بررسی میکردم. 538 رأی الکترال وجود داره، 307 که هر نامزد انتخاباتی حداقل 270 تا از این 538 رو به دست بیاره تا بشه رئیس جمهور. به شما گفتم رأی الکترال در واقع ضریب رأی هست، یعنی که ایالت هایی که الان نام میبرم رأیشون چند برابر استان های دیگه است. مثلا بزرگترین رأی الکترال هست مال استان کالیفرنیا که لس آنجلس هست، 55 هست و نسبت به ایالت هایی که مثلا 4 تا دارن، ایالت های فقیر هم دیگه، معمولا داکوتای شمالی و آلاسکا 3 تا رأی الکترال دارن و 55 تقسیم بر 3 بکنید، شما تقریبا رأی یک انسان در لس آنجلس 20 برابر بیشتر از مردمی در داکوتا و آلاسکا ارزش داره، رأی مردم کالیفرنیا. و بعد از اون کجاست که جمهوری‌خواه همیشه رأی دارن بعد از کالیفرنیا؟ تکساس است. تکساس مال همیشه به طور سنتی مال جمهوری‌خواه است، شرکت‌های نفتی اونجا هستن و فکر کنم تکساس یک استان و یک ایالتی از مکزیک بوده. جریان نفوذی که در دولت مکزیک انجام دادن، موقتا یک ماه اعلام استقلال کردن و دوره رفراندوم کردن، اومدن به آمریکا وصل شدن. در واقع ایالت دزدیده شده از مکزیک است، تگزاس. 38 رأی الکترال داره. خب این مردمی که تو تگزاس هستن مثلا نسبت به ایالت ورمونت هم 3 تا رأی الکترال داره. 38 رأی الکترال داره تگزاس نسبت به هاوایی یا مثلا جای دیگه آیووا، اینا چقدر میشه؟ 38 تقریبا 40 در نظر بگیریم، رأی یک نفر در تگزاس 10 برابر بیشتر از ایالت هایی که دارم میگم و گفتم رأی ارزش داره. این آیا به نظر شما ستم نیست؟ مثل اینه که رأی مردم تهران 20 برابر از رأی مردم زاهدان بیشتر ارزش داشته باشه. یعنی عملا رأی الکترال کاری کرده که ایالت ها بر اساس میزان ثروت و سرمایه‌دار و ابر میلیاردر ارزش داره. خب در نتیجه کل انتخابات آمریکا به رأی الکترال بسته است. مهم نیست شما، اون دفعه هم گفتم هم دوره ترامپ هم دوره جورج بوش جمهوری خواست 4 میلیون بیشتر رأی آوردن، اما رأی الکترال رأی این ایالت هایی که ثروتمندا زیاد هستن و ضریب داده تا 20 برابر بیشتر ارزش داره بعضی جاها. و همینطور گفتم تکساس خیلی مهمه، پنسیلوانیا که 20 رأی الکترال داره خیلی مهمه، اوهایو 18 رأی الکترال داره بسیار مهمه، البته واشنگتن و ویرجینیا 12 تا 13 تایی هستن و نیویورک 29 تا رأی الکترال داره. اما معمولا نیویورک با اینکه شهر یهودی نشینه ولی بیشتر یهودی های گلوبالیست اونجا هستن و سلبریتی ها اونجا زیاد چیز دارن، فکر کنم بیشتر دموکرات هم نیویورکی ها. و این چند ایالتی که گفتم اساسی هم دیگه، یکی کالیفرنیا هست که همین لس آنجلس هستن و فلوریدا هم زیاده، فلوریدا هم خیلی اهمیت داره، 29 تا دفعه قبل فلوریدا ترامپ برنده شده بود. و این نقشه الکترال مپ 2016 رو نگاه میکردم، بیشتر این استانهای مرکزی که فقیر نشین هستن اکثرا به ترامپ رای داده بودن و تگزاس که خیلی اهمیت داره، فلوریدا که خیلی اهمیت داره، تگزاس و فلوریدا دوتایی با هم دیگه حدوداً میشه 67 تا رأی الکترال، این از کالیفرنیا خب بیشتر میشه. امیدوارم که این دفعه، شنیدم که مردم مشارکت بسیار بالا دارن از ترس این ترامپ حرام زده، شنیدم زن ترامپ هم فاحشه آمده گفته کدوم رئیس جمهور تا حالا دو تروریست کشته، مادر به خطای فاحشه، این زنی که فاحشه و دخترشو بذار ترامپ رای نیاره بیاره نیاره فرق نمی کنه. ما ترتیب این خانواده ترامپ رو، ترامپ ولد زنا رو و زن فاحشه و دختر فاحشهش رو خواهیم داد، انتقام از این حرامزاده ولد زنا و خانوادهش خواهیم گرفت. امیدوارم که از فردا شب ما شاهد این باشیم که دشمنان ایران ذلیل و حقیر بشن و ایران ما از این جهته که به نفع این جریان لیبرال در ایران میشه نگران هستیم، ولی در هر صورت ترامپ حرامزاده
و قاتل باید گوش گم بکنه و بسیار به نفع جهان خواهد بود، نه تنها ایران، حتی اروپایی ها میشه کدوم دوست ندارن که این ترامپ حرامزاده و ولد زنا رای بیاره. متاسفانه شنیدم که ظریف گفته دولت آمریکا ما رو تردید کرده، که نامه داده به ما رو تردید کرده. خاک عالم تو سر تو، وزیر امور خارجه هستی، چرا زودتر اعلام نکردی؟ چرا جوابش ندادی وقتی این حرامزاده فاحشه باستارد ایران رو تهدید کرد؟ و الان بعد مغربیایی آی ظریف، تو نقش تو چیه؟ تو چه کاره هستی؟ چرا نگفتی که جوابشو بدید جمام وقاحت این ترامپ صهیونیست ولد زنا رو؟ این باید امثال مثل گفتم که در اگر شخصی نابکار نطفه ناپاک تخم زنایی مثل ترامپ ولد زنا اگر روی کار بیاد و باشه، این لیبرال های خائن اگر نبودن در ایران، این حرامزاده ها مثل روحانی و ظریف بیشتر ما تو دهن این صهیونیست ها میزدیم. متاسفانه اینا ترسو و بزدل و باعث شد که اونا وقیح شدن. یکی از علت هایی که اصلا ترامپ از برجام خارج شد بخاطر اینکه اینا عقب نشینی ایران بوده. یعنی روحانی حرامزاده آمده گفته خزانه خالی است، ما داریم ورشکست میشیم، هیچی پول نداریم. خب ترامپ گفته که شنیده اینا رو که بابا اینا داره سقوط میکنن، که چرا باید بیام تو برجام؟ یعنی روحانی عمدن، روحانی خائن و جاسوس، به پالس منفی داده و جمهوری خواه داده شد توهم شدن با حرفایی که روحانی زده. ولی روحانی میخواسته رأی بیاره حرام زده و صنعت هسته‌ای رو در واقع چی کنه؟ متوقف کنه. ولی حرفای خود همون روحانی که دال بر ضعف ایران و عقب نشینی ایران و بیپول شدن ایران این چیزا بود، وقیح کرد صهیونیستا رو و دشمنان ایران رو و امیدوار کرد اونا رو که به از برجام خارج بشن. و اگر نه، اگر این حرفا رو نمی زد، حتی اگر خروج به تحریم از امپیتی می کرد این دولت نکبت و خائن، اینا اینقدر وقیح نمی شدن که از برجام خارج بشن. و این نشون میده تجربه شد که هر وقت اینا ضعیف نمایی کردن، این لیبرال خائن و این اسالیون، دشمن وقیح تر شد. ما نمونه شد در جنگ ایران را وقتا 598 شاهدیم دیگه. به محضی که ایران گفت که من صلح رو میپذیرم، که کار همین حسن روحانی بوده، رئیس کمیته عقب نشینی بوده و شکست های فرمایشی و تحمیلی درست کردن و دستور به عقب نشینی دادن و دوباره عراق و صدام اومد تا 5 کیلومتری اهواز. یعنی به محضی که ما شکست تحمیلی عمدی رو بر ما تحمیل کردن و ایران گفت من میپذیرم، این خطر پیش اومد. روحانی هم میشه بر گوش گم بکنه و امیدوارم بایدن بعد از اینکه رأی آورد تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، طرف این لیبرال رو نگیره، رو اسب بازنده شرط بندی نکنه. اگه بخوا به این امید هستن که این اسحالیون بیان، ولی اینکه سالیون رأی نمیارن، مردم ایران رأی نمیدن دیگه، و روی اسب بازنده شرط بندی نکنن. اگر میخوام واقعا مذاکره کنم با ایران، فقط باید با جریان اقتدارگرای ایران صحبت بکنن، چون اسحالیون مزدور و خائن هستن و کاره نیستن و به نتیجه نخواهند رسید. بدرود.